خب دوستای خوب امروز همونطور که گفتم منفی 33 درجه است بیرون تمسیه داره احتمالا توی حیات خونه تمیز میکنه همه جا پای برفه اینم داخله ببینید که زه های پنجره چیز شده بعد معلم پنجره از بالا بهتون یه چیزی جالب دمات زندگی کردن توی این هم ببینید این مایه شیشه شوره تو خونه کنید اشتباهی تو گاراژ جا گوشته بودم یخ یخ زده یعنی یعنی اگه منفی با اینکه ش... گاراژ ما نیمه گرمه خب یعنی الان من... بیرو منفی سی و سه گاراژ ما احتمالا منفی بیسته یادم رفته بوده علاوه بر اینا تازه یه سری میوه خریده بودم گوشتم تو گاراژ حالا براتون میارم ببینید نگاه کنید یخی یخ زده حالا علاوه بر اون اینو ببینید نوشابه ها رو خریده بودیم تو گاراژ جا گشتیم خب این هم یخ یخ حالا به خاطر همین بعد یه مدت وایسیم تا درست شه من آوردم این نوشابه رو تو که بمونه یخش باشه البته یه عالمه طول میکشه حالا میخوام برم بعدش اینه که یه عالمه بادمجون و کدو اینا خریده بودن همش یخ زده وقتی هم که یخش فریزش وا میشه دیگه تقریبا به درد نمیخوره به خاطر همین تا حالت یخ ها باید یه کاری بکنم حالا برم بیارم بهتون نشون بدم ببینید زندگی کردن تو این هوا چه جوریه خب اینم ما بقیه چیز خب اینم ما بقیه بعضی اتزایی که گرفته بودم و رفتم تو کاش بیارم شدیدن سرد بود فقط یکی دو تا شاید بودم بهتون نشون بدم یه چیز خیلی جالبم یادم اومد بهتون بگم یادم شاید ماه اول بود که اومده بودیم توی سرما ما اومده بودیم حدودا تا همین سرماهای شدید خورده بود بعد رفته بودیم خرید کرده بودیم خب دیدیم بیرون سرده گفتیم نشابه رو بذاریم توی بالکن نصف شب با یک صدای انفجار بزرگ از خواب بلند شدیم یعنی مونده بودیم چی شده مثلا توپی در رفته چیزی شده خلاصه ترسیدیم مناه این ونی ها اون ونی کو، از پنجره بیرون رو نگاه کردیم دیدیم نه همه جا امن و امان و هیچ خبری نیست و مزاهدن. گفتم اگه خب مثلا توپی ترقی تیراندازی چیزی بوده باشه خب همه میفهمند دیگه چرا فقط ما فهمیدیم هر چه نگاه کردیم خلاصه چی نشو گازو نگاه کردم اطرافو دیدم آتش سوزی هرنی هیچ خلاصه خوابیدیم مونده بودیم اصلا برای یه سوال شده بود که این صدای انفجار از کجا اومد چند روز بعدش که میخواستیم چیز کنیم مثلا به این نوشابه های بیاریم میبینیم اه این نوشابه بوده ترکیده فکر کن نوشابه هایی که گرفته بودیم گشته بودیم بیرون دو تاش با همدیگه ترکیده بود اصلا پخش و پلا شده بود یه چیز وحشتناک گفتم اینو بهتون بگم چون آدم بعضی اوقات مثلا سرمایی که ما هیچ وقت تو ایران داریم در این حد نیست یهو در این حد سرما هستش آدم بیرون میذاره اتفاقات عجب قریب میفته خلاصه بهتون یه چیز نشون بدم این موزا تازه است این موز زرد تازه است دیروز گرفتیم آوردیم تو ولی متاسفانه روز قبلش رفته بودیم بیرون موز گرفتیم ببینید همون موز از همین فروش که گفتیم یادمون رفته بریم یخ زده حالا نگاه کنی اصلا حتی شکسته نمیشه ببینی حالا نگاه کنی بهش چاقو هم بزنه ببینی, چا... ببینی صدای قشقش رو بشنوی و بعدیش اینه اینا وقتی که فریزش باز میشه دیگه قابل خوردنی حالا من به تازگیت گفتم یه کارایی میکنم مثلا اوایل که دیگه همه شو دور چون نمیدونستم چه کنم مثلا اینو سری اسموتیش میکنم یعنی با شیر و اینجور چیزا قاطی میکنم یا بستنی به قول اینا فروزن یوگرت میکنم بعد حالا اینجا نیا کنیم متاسفانه البته اینا چند تاشو نمونه ها رفتم که دو و اینجور چیزا خیلی همینه که اینجا اینجوریه خب یعنی همون کدو سبز کم رنگای ما هم دارن ولی که این رنگی هم دارن بعد نیا کنیم. این تازه داخل گاراژ ها داخل گاراژ نزدیک در ورودی یعنی هوا منفی 15 اونجا یعنی سیبی که خریدم و یادم رفته بیارم تو حالا اینو باید پردن قبل از اینکه چیز چیه؟ یه ذره بذارم آنفریز شه چیزش کنم سری بردارم کمپوتش کنم چون که یه آلمه گرفته بودم برای اسنک بچه هایم اصلا رنگش رو میبینید بافتش رو میبینید حالا این بادم جون این بادم جونه که دیگه هیچی ببین اینا زندگی کرده تو هوای سرده ببین قشنگ خیلی هم خطرناکه خب کاری که من دیرو کردم اینا نباید بذاری آنفریز چه چون وقتی که آنفریز میشه دیگه اصلا با بیزی دور یه ذره یخش یه وا بشه سری بپسیدش مثلا دیروز من برشم چند تاشو با مرغ نمیشد دیگه نمک و اینا بزنم برداشتم همین که یه ذر آنفریز شد کاتش کردم نگینیش کردم با مرغ پختم یعنی با همین مرغ درست کردم نه اینکه پختم بالاخره یه ذره تفتم دادم خیلی هم خوشمزه میشه یعنی مزهش عادی میشه ولی اگه بذارید یخش باشه قابل استفاده نیست حالا بذارید چند تا چیز دیگه هم نشون بدم از زندگی کردن توی منفی سی درجه البته یه یخچال طبیعی خوبه بگم همیشه منفی سی درجه نیم مثلا خب اشتباه ما بود که میدونستیم منفی سی درجه است نیوریم تو وگرنه روزای عادی ما مثلا تقریباً تقریبا 6 ماه سال یه یخچال بزرگ داریم مثلا غذاهامون درست میکنیم چون میکنیم قشنگ میتونی بذاری توی به بذاری توی یخچالی که فریزری که بهش فشار بیاد میذاری اونجا قشن عالی خصوصا اگه بعد غذا رو فریزری کنی خورشت رو فریزری کنی میتونی بذاری اونجا حالا با من باشی تا چند چیز دیگه نشون بدم از زندگی کردن تو این هوا خب این هم یه چیز دیگه گفتم اول اینو بهتون نشون بدم برای خود من هم خیلی جالب بود من اینو اینجا دیدم اینا بادمجونه بعد من دوستای عربم اینو با سیر فراوون و اینا تو روغن نگه میدارن مثل ترشی بعد میخورن بعد این این بادمجونه سفیدش هم هست ببینید که یخی یخ زده حالا نمیدونم اینم بعد یه بلای سرش بیارم این هم از این گفتم بهتون نشون بدم چون میخوام میوه های اینجا که توی ایران نیست و جالبه براتون بیارم خودش یه چیز خیلی جالبه میشه داشتم رفتم یعنی امروز روزی که داشتم خونه ها تمیز میکردم یهو این چیزا دیدم یادم افتاد بعدتون ویدیو درست کنم نگاه کنید چی شد دنبال مایه زفشوی بودم رفتم دیدم به به جا مونده بیرون ببینید باز حالا خوبه خیلی چی نشه ولی کاملا عوض شده یعنی حیف که مایه نوش رو ندارم بهتون نشون بدم مایه نوش ببینید البته خالی شده ببینید رنگش هم اصلا عوض شده باید یه چیزی اینجوری باشه حالا دیگه بعد یه ذره وایس هم بعضی اوقات اصلا دو فاز میشه دیگه قابل استفاده نی بعد آدم بندازه دور ولی خب بعضی اوقات هم آدم میتونه سریع ازش است مثلا من در مورد مواد خوراکی یاد گرفتم که سریع بعد استفاده کنه ولی حالا مثلا یه بار یکی دو بار شیر و تخم مرغ و اینا بیرون مونده بود دیگه مجبور شدیم بندازیم دو چون کاملا دو فاز میشه و نمیشه استفاده کرد خب گلا ادامه داره نکنید اینو نکنید این خورمالوه اینجاست راست شو بخواید خرمالو که خورمالوه ولی من خورمالو به این شکل نهیده بودم تو ایران خورمالو یه سر کوتاهتر و پهنتر بودن خوبیش این, این خرمالوها ها رسیده بود حالا یخ زده یعنی از گسی در اومده میتونم بذارم تو مثلا تا دو سه ساعت دیگه چیز بشه آره این خورمالو خودم دو سال پیدا کردم این نوش از البته از اون یکی هم هست ولی این یکی میبینید که کاملا متفاوته بعد یعنی هر سفری که میرم توی گاراژ کلی چیز جدید پیدا میکنم چون خیلی چیزها رو همینجوری خریدیم گوشیم تو گاراژ از واسه سرد دویدیم اومدیم تو حالا مسئله اینه که الان که میخوام مثلا یه چیز دوست کنم میرم میرم وای تو لیته این انبه هاست این انبه هاش کنم مکزیکیه من راست شو بخوای این انبه ها رو اینجا دیدم توی ایران انبه های پاکستانی دیده بودیم که حالت زرد و نارنجیه به نظر من های پاکستانی خوشمزه تره اینا هستش خیلی بزرگتره ولی خب از اونجایی که یادتون میشه ببینید اصلا یخ یخ زده یعنی حالا نمیدونم با این بچه چیکار کنم بعدیش هم اینه که چرا دروغ من علت اینکه که اصلا انبه و آووکادو میخرم اینه که هسته هاشو نگه دارم و بکارم گل بده بهتون که گفتم من عاشق گل هم اصلا بعد یه روزی واسه یه ویدیو بزنم گل و گیاه بهتون نشون بدم یکیو این گریپ فروته چاقو اصلا توش نمیره خب چون بیرون مونده اینم گریپ فروته نمیدونم حالا اگه شما تجربه دارید که میشه با این میوه های یخ زده کاری کرد به من بگید برام کامنت بذارید تا اونجا که میدونم که اینا که میشه یخش باشه چون گس بوده گس دیگه نی ولی این دوتا رو نمیدونم در حقیقت بعد چی کار بکنم سیبو که میدونم میشه کمپوت کرد موضوع که میدونم ولی خب اینو نمیشه حالا بعد منتظر اون مواد شویندهمونم باشیم تا ببینیم چه جوریه یه تورم از بیرون بهتون نشون بدم الان هوای بیرون رو ببینید ببینید چقدر آرام و چقدر آفتابی خب اینم هوای بیرون منفی و سی آفتابم ببینید بعد این چی میگم باد چی از روی برف میشه از روی سرماس یه دو سه روز دید فردام کنم هوا سرده بعد شروع میکنه کم کم چیز میشه هوا گرم حالا اینجا رو یه سی نشون بدم یادتونه دیروز بهتون نشون دادم که اینجا همه یخ زده و پشت پنجره حالا آبا رو میبینید دمای خونه یه ذره دمای خونه رو بردیم بالا حالا همه اینا آب میشه یعنی فردا پس فردا که هوا دوباره گرم میشه سریعا باید این آبای پشت پنجره رو پاک کنیم با دستمال من معمولا از این دستمال هولیا میذارم آبا رو جمع میکنم وگرنه این چوب این پشت ور میاد یعنی مثلا زش میشه به خاطر همین اینجا مینتنانس خونه خیلی هزینه داره تقریبا هر سال آدم بعد پنجره ها رو رو رنگ کنه و اینا میبینید البته هنوز هوا منفی 23 بذارید فردا یا پس فردا که حسابی هوا یهو رسید به منفی 5 درجه بهتون نشون میدم همینجوری چیکه چیکه آب میریزه زمین ببینید این چه سبزه گفتم من گل گیاه زیاد دارم این گل بنجامینه من بهش میگم پسرم خیلی دوستش دارم عاشقشم یعنی اینم که گلای سانسوریاس برای تصفیه هوا خیلی خوبه خصوصا کسایی که تو کلگری رو اینا زندگی میکنن چون میگن تو کلگری یه گازی هستش تولید میشه تو خونه ها سرطانزاز اشتباه نکنم حالا باز خودتون میتونید سرچ کنید ولی خب کلا چه تو ایران چه تو اینجا بذارید تو خونهتون تصویه هوا رو انجام بده ببینید حالا اگه پردر بزنم بالا ببینید چی میشه ببینید پرده همون مدلش پا او هیچی نمیده <تصفح> چون پشتش الان اینجا کاملا یخ زده <تصفح> چه با مزه کنی الان من اینجا بنویسم اچ ای بزنم بالاتر خب پس فردا باید حواسم هم باشه همه اینا رو ببینی این رطوبت میمونه اینجا حالت یخ زده پیدا میکنه حالا یه در پنجره بزنم بالا خب قهوه که آماده است قهوه تو خونه درست کردم و از این خامه ها میگیرم هیچ در در البته من دوتا میریزم اول سه, تا سه تا به قول اینا تریپل تریپل شروع کردم بعد حالا کردم دابل دابل بعضی اوقات هم تازگی سر کردم که چیز کنم فقط بلک بخورم و تو این هوا بعضی ای اوقات اصلا آدم فقط باید قهوه بخوره که از جاش بلند این همون سیباست خب سیبا رو پوست کندم چون پوستشو شسته بودم ولی گفتم پوستشو بکنم خیلی بهتره بعد این گرمای این قهوه این بوش تو این هوا واقعا یه چیز دیگه است یه ذرم گذاشتم من این قهوه رو که میلم اصلا هوش حواسم به خدا میره عشقم میره که فقط صبح بلنشم و قهوه فکر کنی این قهوه دار تو این هوا جای شما دوستان و عزیزان خالیست بعد این هم ویو ماست نگاه کنید به یه ذره این هم بگیرم اینو ببینید ما البته حیاتمون خیلی کوچیکه ولی خوبشون همسایه همسایه های دور و ما هم پر گلوگیا به خاطر این با این که حیاتمون کوچیکه ما از گلوگیا های اونا استفاده میکنم خیلی هم با من این استخ آبیارم که اینجا هست گرفتم از این استخ که مثلا واسه شنای پتو یا بچه ها استفاده میکنن توش گلکاری میکنن مثلا توش امسال خاک ریختم همشو نعنا کردم نرنا ریختم و خیلی هم خوب بود البته یه تیکش رو نرنا ریختم یه تیکش هم گل جعفری اینم هم همسایه روبرومونه حالا بذاری تابستون بشه یه فیلم دیگه از حیاتش میگیرم ببینید واقعا کاپل ماهی هم. پوست این همون سیبایی بود که تو گاراژ گشته بودم یخ زده بود گفتم که میخوام کمپوتش کنم خب به خاطر همین اول پوستش رو گرفتم اوه شکر بعد این فود کالرینگه این از والمارت میخرم از همه قیمتش بهتره بعد میخوام توش یه داره چوب چیز بیزم چوب دارچین بیزم خب البته پودرش هم میشه ریخ ولی خب کدر میکنه من چوبشو میخوام بیزم و این هم وانیل گفتم یه زرم وانیل بریزم ببینید من همیشه برندای اکانومی رو میگیرم مثلا این برند سوپرستوره استوره خب نونیمه هاشون همه خوبه فقط این که مثلا حالا برند نیستش ولی خب قیمتش مثلا نصفه خب مثلا من اگر اینو دو دلار گرفتم اگر بخوام مثلا برندشو بگیرم کوچیکترشو باید چهار دلار بگیرم منم که دنبال برند نیستم کوالتیش خوب باشه میگیرم بعد اینم خیلی ارزونه سه دلار سه دلار نیم این چوبه چیزم از والمات گرفتم سه تا بسته کوچیکشو مثلا سه تا اسپایس رو میده 5 دلار بود که حالا کرده 6 دلار خب حالا نیا کنید چیکار میخوام بکنم شکر رو میخوام بریزم توش خب به خاطر من دوستم خیلی شکر داشته باشه بذارم یه ذره بپزه بعدش میخوام چیز کنم خوبه خب یه ذره از این بزنم یه ذره از این بزنم خب حالا شاید به جای که نمیدونم وانیل رو الان بزنم یا بعدا دو سه تا تیکه از این بندازم یکم بسته یه کوچولو وانیل بزنم البته رنگش رو نمیدونم الان بزنم یا آخر حالا چیزی رو تا درست کردم کمپود ولی رنگش رو نزدم اوه رفت تو این مستقه امیدوارم تلخ نشه بچه ها دوست داشته باشن حالا ببینیم این رنگا اه. کدوم رنگش رو بزنیم این رنگ پرپل توریه ببینم آبی اگه داشته باشین بچه ها برشون آبی جالبه مثلا سیب آبی آره آبیه هست البته خیلی نیست ولی خورا فعلا میزنم ببینم چی میشه امیدوارم که خوب از آب در بیاد لطفا آها حالا کنم من این رنگ آبیش بد نی مثلا پانچو اینا میخوایم درست کنی من یه بیبی شاور دوستم بود میخواستم براش چیزای آبی درست کنم این رنگ گرفتم بعد مثلا چیزی که درست کردم و چی میگن براش نوشیدنی که درست کردم توش آبی زدم حالا من الان اینو میخوام که فیلم مقطع کنم توش آب بریزم یه تکونش بدم دوباره بعدش همین رو میزنم بپزه بهتون نتیجهشو نشون میدم این بهتون نشون بدم که اینو پارسال بعد از اینکه کریسمس بعد 25 م گرفتم ببینید 1897 بود آف خورده بود 9 دلار شده بود 999 12 تا تیکه داره هم جنسش خوب بود همین که چیز یعنی اه اه واسه کریسمس و اینا خوب قیمتش هم خوب خوب شده بود نیاکنی ترهاش هم اینه چهار تا از این داره چهار تا بشقاب کچکتر و چهار تا هم کاسه خیلی هم جنسش خوبه علت این که فقط اشتباه کردم من بعد دو دست میگرفتم که مثلا حالا مثلا یه مهمونی آدم میخواد دعوت کنه دو دسته ولی خب متاسفانه دیگه تموم شده و حالا نمیدونم امسال یا این گل میاره یا نه اگر نه یه بود حالا یه دونه دیگه مثلا شبیه میگیرم بعد یکی در میون میچینم میخواستم اینو بگم که من چه چیزای خوبی مثلا یادم اشتباه کردم که مثلا حواسم نبود دیگه حتی بعدش یکی دو تاش مونده بود 5 دلار آف میخورد آف زده بودن یعنی شما میتونید یه چیزی که 20 دلار در میاد حتی 5 دلار بخری حالا بعد دیگه 26 هم برم چیزای جدید بگیرم اینم از این حالا اینو بعد به سرویس هم اضافه کنم به چینم سر میست